او عسل مامان سیر شدی؟ سیر نشدی؟ خدا رو شکر هوای تمیز اشتهاشو زیاد کردی. خیلی فکر خوبی کردی رفیق، تونستی صورت همه رو بخندونی، دست درد نکنه. والا من واسطم داداش، اصل فکرش برای دکتره، مگه نه؟ آره، ولی بقیهش کار شماست. گفتم چون تولد دافنه است، یعنی کرم و دافنه است، گفتم یه کاری بکنی. دست درد نکنه دکتر جونو، ولی خب بوس کندن فلفل اونم با چاقو، یعنی چی گفتن که با چاقو و چنگال اینطوری نمیخورن که، تو که اهل آن تپی اصلا بهت نمیاد. ببین اینطوری. آره حق با شماست، ولی چون الان دافنه اینجاست گفتم یکم با کلاس بشم. برنامه ریزی امشب با تو بوده؟ آره، ولی کار خواستی که نکرده. بالاخره همه ی خانوادم کنارم. من دیگه چی میخوام؟ میرزا، خیلی وقت بود همچین چی کوفته ای نخورده بودم، اینقدر خوشمزه آخه. ببینم خودت درست کردی درسته؟ منو چلم درست کردی؟ نره بهش یاد دادی؟ آره استاد سیدعلی هم چقدر منقد کمک کرد. دستتون درد نکنه. دستتون درد نکنه. هر موقع که شما بخواید باز هممون دور هم جمع میشیم. شبتون بخیر جمالی، خوش اومدی. ممنون. آخش به به، سفرمون چقدر خوشگل شده. منم گوسفند قربونی کردم، دادم به فقیر فقرا. خدا رو شکر. خوب کرد. صدقه سر عمرم باشه. ایشالله خدا قبول کنه. ایشالله. عمر کجاست؟ گفته بود میاد، یه زنگ بهش بزنم. زنگ بزن. بذار رو آیفون، منم باش میخوام حرف بزنم. استاد سیدعلی، بازم کباب درست میکنی؟ عمر. بله مامان. کجایی پسرم؟ ما منتظرتیم. عمود پیشته؟ عمود هم بردا بیار، ما منتظریم. مامان جان دیر نکنین، همه دور همیم، زود باشین. مامان ما خونه باقیم. باشه خب، میرزارم برداریم بیارین. مامان دافنه اینجاست. بهت که گفته بودم امشب تولدشی، ملک خانومم اومده. همه دور هم اینجا. این بار منو ببخشید دیگه، نمیتونم بیام. باشه عزیزم، شبتون بخیر باشه. میبوسمت مادر، خداحافظ. متاسفم، خونه ای که به عنوان عروس نرفت توش، حالا با بچه های مردم رفته. دخترم باز کن ببین خوشت میاد عزیزم. وای مامان، نیاز نبود، خیلی ممنونم ازت. یکی یه دونه یه مامان عزیزم، تو لیاقت بهتر از این هست. میدونستم که از اینا خیلی دوست داری. شانس. ایشالله برات خوششانسی بیاره عزیزم. ممنونم مامان. دختر خوشگلم. یادم رفت برای کرم کادو بخرم، فقط برای تو خریدم، میدونستی؟ آخه مگه میشه؟ بفرمایید. خوشگله. پسند شد؟ نارو به خودم.
ایشالله که 120 ساله بشی پسرم، به همه آرزوهات برسی، قربونت برم. آخ یه وقت فکر نکنین چون 19 سالتون شده زود بتونین از خونه برین، اصلا نمیذارم. یعنی چی؟ کجا بریم آخه ماما؟ میخوام یه چیزی بهتون بگم. من تو اولین روز 18 سالگیم تصمیم گرفتم که اینو قاب کنم و بذارم به دیوار. لیاقتشو داری؟ چون که فهمیدم درست بوده، خواستن توانستن. همین که تونستم اینو تو دستام بگیرمش برام افتخاره، همینم برام کافیه. عزیز دل مامان بهت افتخار میکنم پسرم. پس اولین امضا تو زدی؟ تو که هنوز امضاش نکردی؟ نه امضاش نکردم. چرا؟ اینو یادگاری گرفتم، گفتم که بازی نمی کنم. گفتم میریم آتانا. پسرم چرا این کارو کردی ها؟ آرزو داشتی، بابا بزرگ رو زده، حالا چرا منصرف شدی پسرم؟ مامان آرزوه من که از خوشبختیمون مهمتر نیست. همه با هم یه تصمیم میو گرفتیم، اونو انجامش میدیم. پسرم میدونم به چی فکر میکنی، مادر درکت میکنه، ولی عزیز دلم ما وقتی تصمیم گرفتیم بریم آدانا این قضیه وجود نداشت. دیگه میتونیم بمونیم و به مسیرمون ادامه بدیم پسرم، چون حداقل یکیتون به آرزوش رسیده، مگه نه؟ چرا؟ برای هر اتفاقی که میفته یه حکمتی وجود داره. آره، ما برای اینکه تو این قرارداد رو امضا کنی از گرفتن مغازه تو آدانا منصرف شدیم. آخه چرا؟ آقا خلیل، آدانا برای مامانم خیلی بهتره. فرعکس اشتباه میکنی. بهترین چیز برای مامانت خوشبختی شماست. پسرم تو با فوتبال خوشحال میشی؟ دافنه با گوش دادن به آهنگ خوندن و آواز خوشحال میشه. تغاری هم که با بابا بزرگش و باباش خوش میگذرونه، مگه نه؟ مامان هر جور که تو راضی باشی ما همون جوری خوشحالیم. من میخوام اینجا بمونم، میخوام همینجا بمونم. آره مامان ببین اینو بخاطر، مگه شما نمیخواین که من خوشحال باشم؟ مامان این چه حرفی آخه؟ بزرگترین خواسته من خوشحالیته. پس اینو بگیر کرم، امضا کن، فردا با هم میبریم میدیم. عمر یه خودکار بده لطفا. اوف یعنی چی؟ 18 سالگی اینجوریه؟ وای معلوم نیست که آدم آزاده یا مسئولیت داره. زود باش زود باش، میخوام ببینم امضا چطوریه. تمرین کردی اصلا؟ امضات خوب هست یا نه؟ نه. امضا کن ببینم. آزادی یعنی قبول کردن مسئولیت فوتبالیست آینده. زود باش دیگه امضاش کن، تولدت هم مبارک باشه. مبارک. آفر. دیدی اینطوری بهترین هدیه رو خودت به خودت دادی عزیزم. بهت افتخار میکنم پسرم. آقا چرا اینجوری میان جلوی آدم؟ ترسوندی؟
کنان چطوره؟ خوبه؟ اونجا نشسته، نه از اونجا بلند میشه نه حرف میزنه. نمیدونستم باید چیکار کنم. نگران نباش. کنان بیا بریم یه چیز گرم بخوریم. بیا باشه. میشینیم اما حرف بزنیم. یه چیزی بگو. بگو تو انجامش دادی، بگو تقصیر توه، بگو دافنه مقصره، اما یه چیزی بگو. میشنوی چی میگم؟ یه چیزی بگو، یه چیزی بگو، حرف بزن. هیچ کدوممون نمیخواستیم اینطوری بشه، میفهمی؟ نمیخواستی اینطوری چی شد؟ ببین به سرم زیر خاکه. آدم هایی که اومدن سر سفرم نشستن، بچه ما ازم گرفتن. میگفتی تو این دنیا تنها وابستگیم بچه ها، من تو رو خدا جدا نشه، بچه های تو زندن، ولی من دیگه اون وابستگی رو ندارم. من تو تاریکی موندم. من هم ناراحتم، میفهمی؟ عدنانو مثل پسرم دوست داشتم، اما نتونستم کاری بکنم، نتونستم. دیگه بر نمیگرده. ما نتونستیم، نتونستیم، نتونستیم. حال پای بگو پسر منو کی ازم گرفته؟ کی منو به روز سیاه نشونده؟ فقط اومدی بگی خدا رحمتش کنه. ها؟ خوب به هم گوش کن، خوب به هم گوش کن. ببین اگه عدنان نشد، اگه عدنان نشد، میشنوی؟ عمرم نمیشه، عمرم نمیشه، عمرم نمیشه. دفنه و عمر ازدواج نمی کنن. شنیدی؟ من همه چیمو تو پسرم میدیدم. عمرم و وقف خانواده دار شدنم کردم، بازم تو سرما بیرونم، ولی حداقل برگشتیم سر خونه اولم. مگه نه؟ دیدی علکی مجازات شدی؟ بس دیگه، همه چی رو میندازی گردن من. شیرا رو من ندزدیدم که. پس برای همین تو کمد من بود ها؟ مگه تو دیوونه ای؟ نمیدونی من شیر دوست ندارم؟ نمیفهمی؟ خودتی. آره برداشتم، فکر کردم کمد تو رو نمیگردم. گشتن چون من دوست تو هم، میفهمی یا نه؟ کنا به خدا فکر کردم نمیگردم.
حداقل بهم میگفتی یه جایی میذاشتمش. تنبیه شدیم. بیا آخر هفتمونم پری نمیریم بیرون دیگه. میخواستم کار کنم واسه یارم شیر بخرم اما نمیفهمی که کنان من و تو با هم میتونیم هر کاری بکنی. هفته دیگه کار میکنیم باشه داداش؟ آره اگه من و تو با هم باشیم هر کاری میتونیم انجام بدیم. تا شب میتونیم حمالی و کارگری بکنیم، پول دراریم. نه تو از بچه‌هات جدا شدی، من زنم از دست دادم. بس نبود، بچه‌م تو اول جوانیش رفت زیر خاک. دیگه حفاظت از خانواده دیگران به ما ربطی نداره. حالا که خانوادمون ازم پاشیده، اتحاد اونا هم از بین میره. تک تک همشون شکار میشن. از این به بعد تا آخرش، تا تهش کنارت. کنار فهمیدی؟ بلدیم چجوری هر روز زمینی که افتادیم بلنشیم. بس بلند شو، باشو بلند شو بریم. بلند شو، معلومه پا میشیم. بعد از این هیچی مثل قبل نمیشه. صفحه جدید، آخرین صفحه. Gizli bağlarında dolanıyor, yitirdim yarimi. Aman
گفته بودم اگه یه روزی ازم دلخور بشی و بری، بازم به آغوش خودم برمیگردی. پس بالاخره چیزایی که به تعلق داشت رو پیدا کردی. من میخواستم قرص بخورم میرزا، اومدم از اینجا لیوان بردارم، شاید به وسایل شخصی. درستش هم همینه که همه چیز به وقتش اتفاق بیفته ملک، نه یه نفس قبلتر نه یه نفس بعدتر. میرزا، من چیزی ندیدم، فعلا چیزی ندیدم. Seni unutur mu? Kader gibi istemeden bu kalp seni unutur mu? Bir hasretlik yüzün vardı, içinde bir hüzün vardı, söyleyecek sözün vardı. Bu kalp seni unutur mu? Bu kalp seni unutur mu? Kalbim seni unutur mu? Anlamı yok tüm sözlerin, sensiz geçen gecelerin, yaşanacak senelerin. Bu kalp seni unutur mu? Bambaşka bir halin vardı, fark etmeden beni sardı, benliğimi benden aldı. Bu kalp seni unutur mu? Bu kalp seni unutur mu? Kalbim seni unutur mu? Bambaşka bir halin vardı, fark etmeden beni sardı, benliğimi benden aldı. Bu kalp seni unutur mu? Bu kalp seni unutur mu? Kalbim seni unutur mu? Bana aşkı veren sendin, sonra alıp giden sendin. Yollarımı sayrı derdin, bu kalp seni unutur mu? Oysa düşlerim başkaydı, birdenbire yarım kaldı, annemi benden aldı. Bu kalp seni unutur mu? Bu kalp seni unutur mu? Kalbim seni unutur mu? Oysa düşlerim başkaydı, birdenbire yarım kaldı, benliğimi benden aldı. Bu kalp seni unutur mu? Bu kalp seni unutur mu? Kalbim seni unutur mu?
میگم عمو میتاد، میدونستی؟ دوستام و معلمم دلشون برام تنگ شده بود، ازم میپرسیدن که چرا نیومدی مدرسه. نگفتی چون اسباب کشی کردیم به مامانم کمک کردم؟ نگفتم، شما گفتی مدرسه تعطیله. آره، اما مدرسه یه روز بسته بود، بعدش اسباب کشی کردیم، درسته مامانش؟ آره دیگه، دخترم از مدرسهش عقب نمیمونه عمو میتاد. عقب نمیمونه. چرا ناراحت شدی؟ نمیبینی خدیجه خانم دم پنجره واسده؟ بازم حرف بارم میکنه. بعد از این همه اتفاقات من چجوری اینجا زندگی کنم میتاد؟ خدا میدونه اهل محله چی فکر میکنن. خدیجه خانم کنجکاوه، رک حرف میزنه ولی قلبش خیلی مهربونه. بذار یکم تو رو بشناسه، رفتارش عوض میشه. این زن هیچ کس و کاری نداره سرگرم بشه، همیشه تنهاست. چرا کس و کار داره؟ دو تا دختر داره. خارجان، یکیشون متأهله. بذار این سوء تفاهم‌ها تموم بشه. اجازه نمیده کسی به حرفی بزنه. تو اینجوری فکر کن. زن همش چپ چپ نگاه میکنه. گلچین سرده شده. باشه، تو هم برو. یه وقت چیزی نگه. باشه. شب بخیر. شب بخیر میتاد. پسرم، من به این چیزا عادت ندارم. این همه سال پلیس اینجا نیومده. بهتره خونه رو خالی کنین. سری که درد نمی کنه دستمال نمی بندن. خدیجه خانم نگران نباشین، دیگه اتفاقی نمی افته. این قضیه تموم شد. ببین، ما با هم نامزد کردیم. واقعا؟ بله. حلقه هم دست کردین؟ آره. خیلی خوب، مبارک باشه. ممنونم. سیران، من میرم، اگه چیزی لازم داشتین به هم زنگ بزن. بیا ببوسمت. خوابش میاد. شب بخیر. خدا نگهدار. شب بخیر. خوبی؟ آره خیلی بهترم. همه یکمی خستم خب، ولی هوای اینجا خیلی به هم کمک کرد، بهتر شدم. طبیعیه که یکم بیحال باشی، ولی مثل دفعه قبل زیاد نشدی. آره بهترم. دیدی دفنم حالش بهتره، با حرف زدن و آواز خوندن حواسش پرت شد. آره آره، واقعا برای بچه ها خیلی خوب شد. مطمئنم بالاخره یه جوری از پسش بر میاد. خیلی خدا رحم کرد، کم مونده بود کرم از رویایی که این همه براش تلاش کرده بود دست بکشه. خدا رو شکر رازش کردی. بهار شد، دفعه بعد تو حیات میشینیم. تابستون اینجا خیلی قشنگه. مامان،
عزیزم. سعید علی خوابید. خیلی خوب پسرم، پس دیگه بهتره بریم، دیر وقته. تو برادرتو بغل کن که بریم، باشه؟ باشه. خیلی خوب، هر جور راحتین، بریم. محمود، من یکم خستم، نمیخوابیم؟ معلومه تو هم خیلی خسته ای. آدری تو برو بخواب، من خوابم نمیاد، یکم دیگه میشینم. قدریه، به بیهان بگو این وسایلو برداره بذاره یه جای بهتر، بعدم بهشون میدیم. قبل از اینکه از اینجا برن ببینیمشون، بهشون میدیم. بیچاره بابام بعد جوری ذوقش کور شد. حالا که امروز نشد جشن بگیریم، فردا بچه ها رو دعوت کنیم جشن بگیریم. ها باشه، بگیم بیان، اما اونا میان؟ میدونی که سرشون شلوغه. ما هر کاری دستمون بر بیاد میکنیم براشون. حالا اونا میخوان بیان میخوان نگم، خودشون میدونن. فردا بهش فکر میکنیم. آلپای خان کجا تشریف دارین ها؟ اینم عادت جدیدشه، رد تماس میکنه، کار جدیدشه. چته؟ این چه حال روزیه؟ چت شده؟ آلپای حرف بزن دیگه، بگو چت شده ها؟ سر تو پا تو گرد و خاک گرفته، کفشات هم که افتضاح و گلیه. هرچی زنگ میزنم جواب نمیدی. 30 بار بهت زنگ زدم، آخرش هم رد تماس میکنی، کنارم که هیچ وقت جواب نمیده. آلپای محض رضای خدا یه چیزی بگو، چی شده؟ این چه حال روزیه ها؟ با کنان بودم. خب بگو کجا بودی؟ قبرستون. قبرستون بودی؟ الان؟ مگه دیوونه این قبرستون چی کار میکردی؟ نکنه اونجا چیزی شده؟ دعوا کردی؟ چیه؟ نه، درد و دل کردی. درد و دل کردی؟ پس آخه چرا کفشات اینجوریه؟ سر و وضعت چرا اینجوریه؟ با گل و کثافت اومدی خونه آلپای؟ گفتم فونده حالش خوب نبود، به زور از قبرستون آوردنش بیرون، رفتم رسوندمش هتل، بعدش هم اومدم. حتما تو رام مقصر مرگش میدونه. خب بعدش مغازش هم میبنده و میره، بعد ما هم سرگردون میمونیم. اصلا به این چیزا فکر کردی؟ فقط به خودت فکر میکنی ها؟ آلپای جون بسه دیگه، هی داری اینو تکرار میکنی. من به خودم فکر نمیکنم، به فکر جفتمونم. ما فقط یه دونه مغازه داریم، یه دونه کار داریم، میگم که اونم از دست ندیم. هیچ اتفاقی نمیفته، فهمیدی؟ کنان هیچ جا نمیره، تنهام نمیذاره، خانواده اون منم، فهمیدی؟ میفهمی؟ کسی بینمونو به هم نمیزنه، حتی تو. حتی من؟ آره حتی تو. دیگه همه باید حواسشون رو جمع کنن، هر کسی بخواد پا رو دم ما بذاره نفسشو میگیریم. باشه، خیلی خوب آلپای جون. پسرم خوش اومدی. ممنون مامان. چطوری، خوبی؟ آره خوبه. بیا. دردی که نداری؟ نه خیلی خوبم، نگران نباش. دافنه چطوره، باهاش حرف زدی؟ آره حرف زدیم، خیلی بهتر بود، چون دور و برش شلوغ بود سر حال شده بود.
دست آقا میرزا درد نکنه، خیلی خوب همه چی رو برامون حاضر کرد. خوبه، به همه خوش گذشت. خب خوبه، دور همی گرفتی، امیدوارم بهتون خوش گذشته باشه. آره خب، اونایی که دلشونو شکستینم اهمیتی ندارن، شما مهمین، نه؟ مامان بزرگ، قربونت برم، اینو نگو، میدونی که حالش بد بود، انقدر بی وجدان نباش. تو ناراحتی و وجدانو باید از اینجای من بپرسی. ما تو راه روی بیمارستان چی کشیدی؟ تو میدونی چی به سرمون اومد؟ جمالی از قصه افتاد، از حال رفت، گفتم دیگه پا نمیشه. نمیدونستم برای کدومتون قصه بخورم، اما ترسی که حس کردم و یادمه، فکر کردم داره نوه عزیزم از دستم میره. اون ملکی نمیره سربرم، نوه تو هیچ جا نمیره، قول میدم نمیره، نمیره سربرم، نوه یکی دونت هیچ جا نمیره. این چیزا حقمونه ها؟ ببین ما دیگه پیر شدیم، فقط آرامش میخوای، دیگه دلمون طاقت این رفتارا رو نداره. بابا بزرگت برات قربونی کرد، چون خدا تو رو به ما بخشیده، سفره تمام عیار آماده کردی، نشسته اینجا مثل یه بچه، مثل یه بچه منتظر اومدن تو بود. وقتی هم که تو نیومدی خودخوری کرد و باشد رفت تو اتاقش. بابا بزرگم، برم از دلش در بیارم. وقتی دلی رو شکستی هر کاری کنی مثل قبل نمیشه. الان نرو، خوابیده، صبح دلش رو به دست بیار. اما اینو بدون، غم سنگینی رو دلمونه. نمیدونم میخوای چی کار کنی، اما یه کاری کن که آتیشی که تو دلش خاموش بشه. حق با توی، درست میگی مامان بزرگ، درست میگی شما، ولی من نمیخواستم شما رو ناراحت کنم مامان بزرگ. گذشت، تموم شد، مگه نه؟ خواهش میکنم، ازت خواهش میکنم، تو هم دیگه قصه نخور، من ناراحت میشم. اگه میخوای من قصه نخورم، از جلوی چشمم دور نمیشی. یادت نره ما با نفس تو زندگی میکنیم، فراموش نکن، امیدمون توی. من اینجام، کنارتم، سربرم، هیچ جا نمیرم عزیزم، به خدا هیچ جا نمیرم، دل بابا بزرگم به دست میرم، نگران نباش. باشه؟